مناظره انتخاباتی بین کامالا هریس و دونالد ترامپ در فیلادلفیا شب گذشته برگزار شد که با پوشش زنده و برنامه ویژه بخش فارسی صدای آمریکا همراه بود برای بررسی اصلی ترین نکات مطرح شده و همچنین نگاهی به برنامه‌های پیش روی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات. با همکارم کامبیز توانا همراه میشیم در فیلادلفیا. کامبیز، از اصلی ترین نکات این مناظره برامون بگو. دو تا نامزد هر دو حزب کاندیدای ریاست جمهوری توی همین سالن پشت سر من، سالن قانون مرکز قانون اساسی، اونجا حاضر شدن توی سالنی که بدون حضور تماشاگر بود، تقریبا 2 متر از هم فاصله داشتن و دو تا مجری هم اونجا بودن. این نخستین دیدار حضوری رو در روی دونالد ترامپ با کامالا هریس بود. این دو تا تا حالا برخورد مستقیم نداشتن با هم. کامالا هریس معاون ریاست جمهوری در جریان مناظره سعی میکرد که ضمن پاسخ دادن به پرسش ها یا بحثی که رئیس جمهوری پیشین آمریکا مطرح میکنه سعی کنه که با رای دهندگان صحبت کنه و در مورد برنامه خودش بگه. کامالا هریس در مورد برنامه خودش گفت: بدیهیه که من جو بایدن نیستم و به طور مسلم دونالد ترامپ هم نیستم. پیشنهاد من نسل جدید از رهبران برای کشورمونه، رهبری که به امکانات باور داشته باشه، رهبری که به جای بی‌اعتبار جلوه دادن مداوم مردم آمریکا احساس خوشبینی رو درباره اون چه میتونیم بکنیم پیشنهاد کنه. ترامپ از اون سو با حملاتی که میکرد و در صحبت‌های خودش کامالا هریس رو مارکسیست خوند، او رو مسئول ورود غیرقانونی مهاجران با آمریکا خوند. دونالد ترامپ در یک بخش از صحبت خودش گفت این اونا، یعنی مهاجرایی که وارد کشور شدن، بافت کشورمون رو تخریب کردن، میلیون ها نفر اجازه ورود پیدا کردن. دونالد ترامپ البته بدون ارائه هیچ مدرکی کامالا هریس رو مسئول تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و جنگ غزه خوند. دونالد ترامپ همچنین وقتی که بحث صحبت خاورمیانه شد به کامالا اشاره کرد و گفت او از اسرائیل متنفره، همزمان به شیوه خاص خودش از عرب‌ها هم نفرت داره، چون کل منطقه عرب، یهودی و اسرائیل منفجر خواهد شد و اسرائیل نابود خواهد شد. این تقریبا میشه گفت هفتمین مناظره برای دونالد ترامپ بود تو کل مناظره ریاست جمهوری که تاله داشته و اولین برای هریس. کامالا هریس توی صحبت خودش گفت نامزد حزب جمهوری خواه شایستگی بازگشت به کاخ سفید رو نداره و در میان رهبرهای جهان به استثنای دیکتاتورها که مورد تحسین ترامپ هستن نیز این اجماع وجود داره. کامالا هریس با اشاره به دونالد ترامپ گفت تو به جای دموکراسی از مردان قدرتمند ستایش میکنی. طرفداران هر دو حزب اینجا بودن، بعد از مناظره توی سالن با همدیگه صحبت میکردن، به صحبت خودشون اشاره میکردن. من باید یه چیزی اضافه کنم که طبق قرارداد توافقی که بین کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ و کمپین انتخاباتی جو بایدن اون زمان گذاشته شده بود، 3 مناظره رو این سه تا به هم برنامه گذاشته بودن. اولیش اجرا شد، مجری CNN بود، دومیش قرار بود فاکس باشه که برگزار نشد، ترامپ تنها انجام داد. این سومین چیزی بود که با هم سر صحبت کرده بودن و توافق کرده بودن. احتمالش هست که این تنها مناظری باشه که این دوتا با هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری دارن. البته از دیشب کمپین کامالا هریس گفته که مشتاقه و روی ایده فکر میکنه که گزارش‌های خبری در این مورد که اونا فکر میکنن به این که یک مناظره دوم هم داشته باشن که هنوز از طرف کارزار دونالد ترامپ پاسخی به اون ندادن. و کامبیز، از بحث‌های مرتبط با سیاست خارجی و به طور مشخص ایران برامون بگو. جایی که بحث سیاست خارجی مطرح شد و موضوع جمهوری اسلامی ایران هم به میون اومد جایی بود که سوال برگزار کنندگان مناظره در مورد مجری مناظره در مورد اسرائیل و جنگ خاورمیانه بود. کامالا هریس در حالی که داشت توضیح میداد که برنامه‌اش برای پایان دادن جنگ چیه، گفت باید آتش بس برقرار بشه، بعد راه حل دو کشوری دنبال بشه، بعد حق و حقوق و مساوی، امنیت مساوی به دو طرف داده باشه. برگشت گفتش که اما من تعهد میکنم که هر گونه کمکی که لازم اسرائیل لازم داشته باشه بهش بدم، از جمله در مقابله با جمهوری اسلامی و گروه نیابتیش و تهدیدهایی که میکنه. بعد از اینکه این جواب داد برگشت به دونالد ترامپ. ترامپ برگشت گفتش که این ایرانو من زمینگیر کرده بودم، پول نداشتم بدم، ولی شما انقدر بهش پول دادین که باعث شده همچین اتفاقایی بیفته. به حوثی ها پول بدن، به حزب الله پول بدن، به حماس پول بدن و این حوادثو شروع کنن. و البته در جنبندی خودش گفت من به واسطه رئیس جمهورش همین قضایا رو خاتمه میدم.
سپاسگزارم. گزارش زنده و مستقیم به کامبیز تاونا همکارم از فیلادلفیا.